الرحمن سلام و ادب دارم خدمت بینده های تلویزیون سبا به خصوص علاقمندان برنامه لوال جواره خورسندم که باز هم با سلسله برنامه های قبلی امروز در خدمت شما قرار گرفتیم امید است تا پایان برنامه ما را یاری کنید دوستان برنامه لوال جواره توری که ما بر شما در برنامه های قبلی وعده کرده بودیم که ما میخواییم بعضی مسئولین که در بخش مالیات برای مالیین در افغانستان کار فعالیت دارن ما دعوت بکنیم که امروز هم یکی از مسئولین مرکز ارتوپیدیک کابل یا آی سی ار سی را ما دعوت کردیم چون مدت بسیار وقت است که مرکز ارتوپیدیک و مسی آی سی ار سی در افغانستان فعالیت های چشمگیری داره به می خاطر ما خواستیم از یک تن از مسئولین از نو دعوت کنیم دوست عزیز ما همیشه امی موضوعات در برنامه های که گذشته هم یاد میکردیم و حال هم از تمام فامیل های محترم تقاضا داریم اه که اه وقتی طفلشان ایشان معلول است و یا دختر است یا پسر است کوشش بکنن که اینا را از ابتدا شامل مکاتب بسازن البته شامل مکاتبی که تمام شاگردای دیگه مثل اشخاصی که مشکل ندارن و سالم هستن اینا را شامل مکاتب بسازن تا اینا از امو دوران طفولیت با مردم باشن و در بین جامعه با مردم یک جا درس بخوانند، تعلیم بیاموزن و همچنان اینا تا آخر که تا آخر حیات خود اینا در بین مردم باشن و کار بکنن و استعداد خود رش بتن هیچگاه اینا را مانع مکتب مانی درس و تعلیم و یا مانی کار و وظیفه نشن تا بار دوش خود فامیلایشان هم نباشه و برای خود ای اطفال هم یک آینده خوب و درخشان داشته باشند مهمان برنامه ما امروز محترم نجم الدین الال رئیس مرکز ارتوپیدیک در افغانستان می باشه که اینا بسیار فعالیت هایی که در کشور انجام دادن و برای خصوصا برای اشخاص دارای ملیت که بر بعضی کسایی که اعضای مصنعی اینا می سازند در مرکزشان و همچنان بعضی مشکلات دیگه شونه که ما می خواهیم از دهن خودشان بشنویم ابتدا به رئیس محترم خوش آمدید میگیم خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و بیننده های تلویزیون محترم سبا پروگرام ارتوپیدی کمیته بین امیلی سلیب سرخ 28 سال قبل از امروز در سال 1988 آغاز به فعالیت نمود که در او وقت تنها مرکزی در شهر کابل ما داشتیم که فقط معلولین جنگی را بنابر مندیت آی سی سی ما کمک میکردیم و رسیدگی به رزونا میکردیم و تحت پوشش داشتیم اما بعدها نظر به نیاز و ضرورتی که بود این پروگرام فعالیتهایش وسیع تر شده رفت در سال 1991 در مزار شریف یک مرکزی را باز کردیم و در سال 1993 در هرات مرکز سیومی را باز کردیم و در سال 1995 در هرات در جلال آباد یک مرکز ما باز کردیم و بالاخره در سال 99 در گلبهار و در در سال 2001 در فیض آباد بدخشان بالاخره آخری مرکز در سال 2000 در لشکرگاه هلمند فعال ساختیم که فعلا هفت مرکز در سرتاسر سر افغانستان در این عرصه فعالیت داره که در مرحله اول ما قبلا هم گفتم اصلا تنها معلولین جنگی را تحت پوشش قرار داده بود آی سی آر سی. اما بعد ها ما دیدیم که زیاد معلولین دیگه هست که معلولین فیزیکی البته که مستقیما با جنگ ارتباط نداشتن اما معلولیت های زیادی در اینجا وطن ما و شما وجود داشت مثل وجود دارن از هم مثل فلج اطفال مثل سوی اشکال ولادی حادثات ترافیکی معلولیت ها به اساس امراض افراد و اشخاص دارای معلولیت فیزیکی تنها منحصر به معلولین جنگی نمیشه زیاد کسای دیگه هم هستند که به جنگ مستقیما ارتباط ندارن اما طبعا تاثیرات زیاد عوامل مختلفی باعث از این می که معلو... کسای دیگه هم معلولیت پیدا کنند یا معلول شون و تا فعلا پروگرام در هفت مرکز جریان داره و فعالیت ما در این پیش میره بسیار خوب رئیس وقت فعالیت های بسیار خوب و در ولایت مختلف شما فعالیت های بسیار چشمگیری را انجام می و به خصوص به آن در اشخاصی که معلولینی هستند که تعبیز نداره شما در مثال بعضی ها میگم معلول جنگی و معلول مادرزاد و یا حادثات و یا طبیعی در ما بسیار خوش, خوش, هستیم که تمام معلولین به یک نظر میبینین و برشان فعالیت‌های رو انجام میتین و خدمات انجام میتین رئیس به همی خدماتی که شما انجام میتین و خدمات بسیار عمده و اساسی برای اشخاص دارای معلولیت چی است؟ سوال خوبی است در مرحله اول وقتی که پروگرام آغاز به فعالیت کرد تنها باستوانی فیزیکی را معلولین را ما اجرا می کردیم که اعضای مصنوعی بر کسایی که قطع اندام هستند و قالب ها بر کسایی که اندامشان موجود است اما فلج هستند یا کوتاهی قدم دارند یا مشکل کمر دارند بعضی اوقات کمربند های تیبی ضرورت دارند یا گردن <applause> یا این چیزها ای یک طرف قضیه و در پهلویش تمام وسایل کمکی که برای رفتن ضرورت است تولید از اینا را ما داریم که بر معلولین توزیع میکنیم مثل با های سی تایره و چهار تایره که در اینجا در کابل تولید میشه از طریق هفت مرکز ما بر تمام معلولین توزیع میشه و در پلوش فیزیوتراپی بر معلولین فیزیکی ما داریم که همین وسایل را که اینا میگیرن از او باید استفاده کرده بتونن و در پالوی از, از این قبل از اینکه برشون وسایل یا اعضای مصنوعی توزیع می شود اینا باید آماده شوند یک مرحله ضرورت دارند که ترنینگ می شوند ترنینگ شوند شون، تمرینات داده شوند آماده سازی شود که تای تا بتونه گاهی وقت جرایی ها بسیار کوچک ضرورت دارند با شفاخانه های شهر کابل یا در شهری که ما مرکز داریم تماس داریم جرایی جراحی کوچک هم ضرورت میشه گاهی وقت مفاصل شخ میمونه و جرایی های کوچک کار داره در عرصی باستانی فیزیکی در سال 1997 ما دیدیم که تنها باستوانی فیزیکی کافی نیست که ما بتوانیم یک معلول اگر میخوایم دوباره به جامعه تقدیم کنیم تا رول خود پیدا کنه در جامعه کفایت نمیکرد تصمیم به این شد که یک پروگرام اجتماعی را ما شروع کنیم که باستوانی یا مدغمسازی معلولین در جامعه بود و این چهار شاخه داره. تعلیم و تربیه برای اطفال معلول اشخاص دارای معلولیت و همچنان تعلیمات ارفاعی برای اشخاص دارای معلولیت بر جوانان البته نو جوانا و قرای طویل مدت بر معلولین بزرگ سال و همچنان کاریابی بر معلولین چه قسمی را عملی میکنیم بر معلولین که اطفال هستن والدینشون را تشویق میکنیم کشی میکنیم که را اطفال خود به مکتب روان کنن نظر به صنف مربوطیشان ما برشان کرتاسیت توضیح میکنیم مثلا صنف اول دو تا صنف دوازده اگر کدام وقتی کورس های بیرونی ضرورت داشته باشند فیس ما میپردازیم که تقویه شوند در مزامینی که ضعیف هستند اما در این وقت معلولین جوانی که یا معلولین اطفالی که شدیدا معلولیت دارن به مکاتب عمومی رفتن میتونن یا به مکاتب با دیگرها رفتن میتونن برای اون استادای خانه یا معلمای خانگی روان میکنیم این نصاب تعلیمی وزارت معرف تدریس میشه برشان در ختم هر سال در نزدیکترین در نزدیکترین مکتب نزدیک خانهشان ما پروتکلی داریم با وزارت معرف امتحان سالانه را سپری میکنن که ارتقای صنف کنن مم. و اموتو تا صنف دوازده فارغ شون اگر بالاخره میخوان که به م... دانشگاه و با پانتون هم را پیدا کنن بعدا میتونن که برای اونجا برون دیگه در کل میشه که دو فعالیت عمده است که شاههای مختلف دار باستانی فیزیکی و با مدغم سازی معلولین در جامعه در, جامع. در قدمی رشته سیوم دوم باستانی یا مدغمسازی در اجتماع او ایست که تعلیمات هرفویست معلولین جوان جوانم میخوایم که به مکتب برون درس بخونن در این وقت یک حرفه را بیاموزن مم. مثل نجاری، مثل خیاطی، مثل ترمیم با اسکیل، رادیو هر حرفی که علاقه, داشته باشن مم. اونا تشویق میکنیم در داخل مراکز خودی را ما تربیه نمیکنیم بعضی ترینرها را در بازار پیدا میکنیم من حیث شاگرد اونا را برای یک مدت ماش برای شا... استادشان استادشون ما میتیم. یک مدت ماش کوچک بر خاطر ترانسپورتیشن و نانچارشون برای شاگردا میتیم تا بتونه یک پروگرام خاص برشون داده میشه و سوپروایزر اونا را میشه تعقیب میکنه که ما مطمئن شیم که چیزی میآموزن وقتی که چیزی آموختن میتونن با پا خود استاد و اون فعالیت خودشان پیش ببرن شاخه سوم از این پروگرام مدغم در جامعه است که قرضای تعلیم داریم کسانی که معلولین بزرگ سالی که اونا دیگه کلام حرفه یا پیشه یا وظیفه ندارن اگر علاقه داشته باشن از قرضای ما میتونن مستفید شون قرضای ما بدون مفات و بدون سود است هرقدر قدر امو مقدار پولی را که از ما میگیرن در تقسیم 18 ما میکنن در 18 ما ایراد است پس دوباره باید و این پول به دیگه کس میره به دیگه معلولین میره و. که تا فعلا این پروگرام هم بسیار نتیجه خوب داشته بالاتر از هشت هزار نفر تا فعلا ما قرضای تایب المدد داریم دادیم برشون قرضی اول خلاص میکنن میتونن قرضی دوم بگیرن قرضی دوم خلاص نه بدون مفاد بدون کاملا بدون مفاد است و این پروگرام قرضه است مسئله چهارم یا رشته چهارم مطقم معلولین اشخاص دارای معلولیت در جامعه است که ما کاریابی برشان میکنیم در پروگرام خود ما در پروگرام ارتوپیدی آی, آی سی یا و کمیتی بینمون سلی بسرخ در می هفت مرکزی که ما داریم در حدود 700 نفر کار میکنه تقریبا 95 فیصدی از اینا همگیش معلولیت دارن اشخاص دارای معلولیت هستند. خوشبختانه که ما در این وقت کوشش میکنیم که بعضی این یا کمپانی های دیگه را هم تشویق کنیم در روزایشون رو تک تک بزنیم که اگر یک فیصدی کمی در استخدام خود برای معلولین حق قائل شوند چه خوبی ها داره ای؟ اول خود خب این پرابلم از داخل و بیرون خودشان میفهمند خوبتر میتونن یاد بگیرن خوبتر میتونن بیاموزنن برای دیگر ها و در این وقت بهترین یا نقطه بسیار پوینت قوی از است که با دیدن از اینا معلولین که بر ما مراجع میکنه اونا دیگه امیدوار میشوند به زندگی آینده اینطور ای نیست که با معلولیت زندگی ختم میشه میتونن که کوشش کنن تلاش کنن اگر تحصیل میخوان بکنن اگر وظیفه بگیرن یعنی میتونن که با داشتن معلولیت دوباره به زندگی خود به شکل نرمال پیش بروان خدا احساس محدودیت نکنن احساس ناتوانی در جامعه نکنند و بتونن خود را من حیث عضو فعال جامعه در یابند و در این وقت وقتی که اونها خود عضو فعال جامعه احساس کردن به معنی عزیز که جامعه هم آیست است اونا را من حیث عضو فعال جامعه میپذیرند و اونا من حیث یک طبیع عادی کشور مثل دیگر را میتونن زندگی خود پیش ببرن بسیار خوب رئیس ما واقعا فعالیت های بسیار چشمگیر شما در سی بر اشخاص دارای ملیت در افغانستان انجام میتین و در حدود 8000 نفر گفتین شما تا فعلا تنگ دادین دادین و و 95 فیصد فکر کنم کارمندای خودتان همی اشخاص دارای ملیت تشکیل میده که واقعا بسیار قابل قدر از فعالیت های شما و و اگر ملوین ما میشنوند میبینن ما را از طریق برنامه باید اینا مانند دیگر ملوین که رئیس گفتن کوشش کنند که وقت یک شخص خونه میشه در پشت خانه از اینا بره بر از اینا تعلیم بیاموزه و یا بر از اینا فعالیت ها را انجام بده و یا بر از ارفا. خود از اینا باید به با مراجع مربوطه مراجعه بکنن بتونن امی مسلک عرفا یاد بگیرن و یا درس تعلیم بیاموزن و ما در این قسمت میخوایم از رئیس بپرسیم که آنی در اشخاصی که واقعا یک بسیار مشکل دارن مثلا اینا فلج هستن و نمیتونن از خانه های خود برن به مراجع مربوطه جهت تداوی و یا بعضی مشکلات دیگه خود بسازن آیا بر اینا چطور شما میتونین ارزی خدمات بکنین از کدام طریق چطور اصلا یک پروگرام خاصی ما بر مریضایی که قطع نخوا هستن که اونا نسبت به هر اشخاص دارای معلیت دیگه مشکلاتشون بسیار زیاد و عدیده هست به چه معنی؟ که اینا وقتی که قطع نخواه میشوند از امون لیوال و از که نخا قطع می شود به پایین نه حسیت داره نه حرکت داره وقتی که حسیت نداره بسیار به زودی که زخم بستر پیدا کنه اگر توجه زیاد و جدی نشود زخم های بستر پیدا میشه و زخم بستر می که تداویش به نهایت مشکل است در هر کشور مشکل است اما در کشور ما و شما که در وضعیت بحرانی یا وضعیت بسیار خراب اقتصادی قرار داریم که فامیل ها اما زمینی مساید برای رفا ندارن برای از اونا زیادتر مشکل است. به این خاطر ما یک پروگرام خانگی به نام همکر پروگرام میگیم که در شهرهای بزرگ داریم نقاطی که امنیت ما را اجازه میته اینا رو در راجستر خود همگی کسایی که قطع نخواست ما داریم اما اونایی که در شهرها زندگی میکنن شهرهای بزرگ امی تیمای ما میرن در خانه با همراه از اینا اما فامیلشان داخل میسازند تا تداویشان چرا باید آر دو ساعت بعد ای مریزا باید چنین پوزیشن شاند بستار با خاطر از اینکه اگر یک پول بمونن زخم بستر, می بستر پیدا میکنن یا مثلا حراست یا از مراقبت از اینا کار مسلک کار داره مسلکی کار داره فامیل از اینا رو برشان آموختانده میشه که چه قسم برخورد شود و مشکل طبی اگر از ناحیه زیادتر مشکل بولی اینا پیدا میکنن گردوی پیدا میکنن و همچنان مشکل تنفسی اکثر اوقات پیدا میکنن به خاطر از اینکه جا اصلا حرکت نمیکنن گاهی وقت اگر ضرورت شد با شفاخانه، ها به شفاخان اینا را انتقال میتیم اگر ضرورتی داشته باشند وسایل کمکی برای رفتن که کمی در داخل خانه حرکت کنن به خاطر سرکولیشن خون و سر خاطر سیستم بولی برشون خوب است استفاده شون گاهی وقت حداقل اما جلدشان هم از چیز جدا میشه دور میشه و از بستر یک پا که جریان خون خوبتر حرکت کنه باز میتونه که زخم بستر از زخم بستر جلوگیری شود بر مراکز با خود اندقال میتیم باید کلای سی تا رب چار تایی را ضرورت داره برشون توضیح میکنیم و همچنان قالب ها برشون ساخته میشه که دا داخل خانه بگردن تا تشناب اگر بتوانند از یک استاده شوند و برای این کتگوری از اشخاص دارای معلولیت بر یک مدت دوره کوتاه معقتی شاید گاهی وقت یک سال دو سال پنج سال ما مواد غذایی هم توضیح میکنیم برای فامیلشان ماهوار مواد غذایی میتیم تا که اینا بتونن خودشان یک مدرکی را پیدا مبنی. کنن کوشش میکنیم با قرضه یا با یکی از راستای مدرم اجتماعی در یکی از ردیفاش قرار بگیرن که بتونن فامیل خود یا شاو کنن تا موقع مواد غذایی هم برشون توضیح شود و طبعا اینو ضروریت های زیاده دارن مثلا خریدای مواد بایولی کار دارند همیشه وقت چرا کنترل ندارن و همچنان یورین کندوم ضرورت دارن برشون همیشه توضیح میشه برای از اونو در سر تا سر کشور ما میکنم در جایی که هستن میان هر سه مواد هر دو مواد برشون نظر به تعدادی که ضرورت دارن توضیح میشه یک <تصفح> <يأخو> <يأخو تصفح> فعالیت دیگه که ما در یه دو سه سال اخیر ما ایجاد کردیم سپورت است بر معلولی <تصفح> یک جمع نازم بسیار خوب جور کردیم در دا داخل مرکز خود و در تمام مرکز های خود در چند مرکز فعلا در کابل، هرات، جلال آباد، مزار به آینده نزدیک در فیض آباد و یک تیمی که در میمنه است و های دیگه هم که با روی ویلچر میکنند در قندار اونها را کمک میکنیم دیگه حال فعلا به همکاری پارالمپیک یک تیم ملی باسکتبال بالا بالای ویلچر هم ایجاد شده به زودی یک یک گیم اسپانسر شدن که اونها به ایتالیا میرن اونجا رقابت میکنن دیگه تورنمنت های فعلا نو شروع شده در نزدیک دمی از فردا شروع میشوه بر خانم خانما و بر طبقه اونا و بر طبقه زکور امی دوره دورای گذشته هم قبلا بوده دیگه ترینر از اینا را ترینینگ میتا که چه قسم باید بازی بکنن با اسکیتبال روی ویلچیر دیگه این پروگرامی است که یک دو سه سال چهار سال میشه که شروع کردیم در این سال خوشبختانه تانستیم یک جمع نازم سرپوش سرپوشی دا جور کنیم که در دا تابستان دا و زمستان مشکل نباشه که در ورزش هم اینا را تشویق میکنیم که مدغم در ورزش شوند و اینا ورزش بکنن تا بتانه شده که حداقل درد و آلامی که دارن فراموش کنن و یک احساس خوشی بکنم و از امو رشته یا از ورزشی که دارن لذت ببرن خب کارایی که می شود طبعا بسنده نیست کارای زیادی باید شود من فکر می کنم که تو نیست که ما بگویم تمام مشکلات های معلولین را ما حل کردیم حد کایش یافته, اگر... یافته و یکی از کارهای زیاد شدید ما است که ظرفیت سوزی در خود جامعه معلولیت شود معلولین باید درس بخوانند، حرفه بیاموزند تا بتوانند از حقوق دفاع کنند و همچنان بتوانند من هیچ یک از به فعال جامعه در جامعه خود زندگی کنم. چرا جامعه ما و شما بر ما و شما معلوم است؟ گرچه که حالا بیت فعلا بهتر شده نسبت به گذشته ها، اما در گذشته ها ایطور نبوده که اشخاص دارای مالیات رد شو از طرف جامعه یا فامیل ها. اما متاسفانه اما توانایی که داشتن او را برشان اجازه دادن نشده بود معانی که موانی بود, ام. که اونا از امو توانایی های خود استفاده کنند به طور مثال من خود من خوب یادم من سی سال قبل در چندین دروازه من رفتم که برام ما اگر یک وظیفه پیدا شد هیچ کسی حاضر نبود که بر ما وظیفه بده همینطور حال بهتر شد حال خوب شده همین ام. که ما میگویم که تنها معلولین ما استفاده میکنیم در پروگرام خود تنها ما معلولین استفاده میکنیم و ایرا ما یک تبعیض میگیم اما تبعیض مثبت به خاطر از اینکه نمونه مثال به دیگران هم باشه که با یک زمین سازی یا دسترسی بر معلول میتونه شده که کارهای زیادی را بتونن انجام بدن رئیس محترم شما از امی سپورت گپ زدین وقت بسیار کارهای خوبی را انجام دادین گفتی خودتان اگر کار خو بر معلولین هر قدر که ما بخوایم آه، کار آه، انجام بتیم انوز کم است چون ضرورت از نیازمندی های بسیار زیاد است در جامعه زیاده. و امی اشخاصی که سپورت میکنن کلش مشکلات فیزیکی دارن یا دیگر معلولین هم هستن ای کسایی هستند که مشکلات <تصفح> یا معلولیت فیزیکی دارن مثلا از هر دو پا قطع یا هر دو پا فلج هستن یا یک پا قطع هستن مالیات های شدید دارن اما شما میفهمین که ما خود امی ویلچر باسکتبال یا باسکتبال روی ویلچر حالا فعلا نو هست در افغانستان و حتی ما پلان داشتیم با همکاری با هم کمیته محترم پارالمپیک که اگر بتانه شده تیم ملی که ایجاد شده فعلا رقابت های کوریا امسال اشتراک کنند اما متاسفانه که امسال نتانستن را پیدا کنن به خاطر ازی که قبل ازی که در او رقابت اشتراک میکردن یک آماده سازی باید میشد اما در این ده ها ما امیدوار است <applause> که تیم ملی روی بایسک... روی ویلچار... بایسکیتبال روی ویلچر بتانه شده که با در کشورهای دیگه بروند و امتیازات کمایی کنن به کشور ما و خودشان هم لذت ببرن تشکر رئیس در مورد اطفال که بعض دوستان تماس میگیرن که اطفالشان مشکل ذهنی داره یا فلج ذهنی هستن در این مورد شما برای اطفال فعالیت های دارین و چه قسم میتونین اینا با جامعه یار بسازین و یا کدام فعالیتی رو بر از اینا فعالیت خاص برشان دارین خب این هم یک مشکل بسیار جدی هست اطفال که فلج دماغی دارن یا مشکلات ذهنی دارن تعدادش بینی زیاد هست در کشور ما سالانه ما فکر میکنم در حدود بالاتر از یک هزار و الا هزار نفر ما راجستر میکنیم در مراکز خود که یک رقم بسیار درشت هست متاسفانه که عواملش هم انوز فعلا معلوم نیست که چی هست گاهی وقت شاید ازدواج های بسیار نزدیک بین والدین باشه گاهی وقت مشکلات های دستنای ولادت یا به طور مثال گاهی وقت قبل از ولادت یا استفاده ادویجات بدون مشوره دکتر متاسفانه در این راستا هم مشکلات های زیادی است اطفال خوشونت ها هست اطفال این قسم اطفال هم زیاد است. ما خوشبختانه در هر مرکز خود یک مرکز کوچکی در داخل مرکز خود مشخصا برای این نوع اطفال داریم اطفال که فلج دماغی دارن طبعا این ای طور اطفال ها این ای مشکل قسمی است که در هیچ دنیای تداوی مکمل نمیتونه شود که پس به حالت عادی, عادی یا نارمل مثل دیگه اطفال شود اما حداقل میتونه که از مشکلات زیاد جلوگیری کنه یا از شخی مفاصلشان جلوگیری کنه از شخی عضلاتشان جلوگیری شود و این خاطر ما کوش میکنیم که اگر وسایل چوکی مخصوص ضرورت دارن بالشتای مخصوص ضرورت دارن برشان میسازیم و زیادتر زیادتر فامیل از اینا را ترینینگ ها که چقدر با اینطور طور اطفال برخورد کنن و چقدر اینا را در وضعیت نگاه کنند که وضعیت فیزیکیشون بدتر نشوه مشکل ذهنی دارن اگر مشکلات فیزیکیشون هم زیاد شو، وقتی که بزرگ میشوند طبعا مشکلات عدیدی را میتونن داشته باشند وقتی که طفل هستند خود میتونن که والدینشون به شانه خود به وغل خود پایین بالا کنند وقتی که بزرگ شوند باز مشکلاتشون زیاد میشه به این خاطر ما حتی الامکان کش میکنیم که حداقل از نقطه نظر فیزیکی اینا را کمک کنیم تا باشد که حداقل مشکل خود خودشان بتانن رفع کنن یا امو تکلیف و مشکلاتی که از ناحیه فیزیکی اینا برشون ایجاد میشه به اثر فلج بودن دماغ از او جلوگیری کنیم که جای به جای حرکت کرده بتانن در جای نباش، نمانن و طبعا وقتی که باردوش فامیل شد با باردوش جامعه میشه باردوش جامعه شد, بار جامع شد برای مشکل و پرابلم با تمام کشور هست به این خاطر این ای اطفال ای 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 نهایت خب زیاد مثل ازیک که تعداد معلولین در افغانستان هست نمیشه که بگوییم اما به خاطر ازیک مشکلشون بسیار جدی هست اگر سالانه دو هزار یا یکونی هزار طفل راجستر شود این راستا کی تکلیف دارن یک رقم بسیار بالا است و ما کوش کردیم تا فعلا بسیاریشان نظر به شدت صدمه است اگر شد صدمه بسیار شدید باشه طبعا اونها را رفتم نمیتونن جای به جای هستند، با اسکیلای سی تره و چار تره که مشخص برای از اونا ساخته می شود که بعضی ادابتیشن ها مثل نان و میز مثل برای نوشتن و پا هم تشویق میکنیم میشان گاهی وقت مشکل دماغی دارن اما ذهن بسیار خوب دارن خوب میتونن که در راستای یاد گرفتن یا پا خوب باشن اما طبعا یک نصاب به خصوص و استاد به خصوص این اطفال ضرورت دارن که بتونن درس بخونن یک تعدادش خوب ناممکن است مشکل است که بتانن چیزی را یاد بگیرن یاد, بگیرن. یاد بگیرن اما یک تیزا دیگه میتونه شده که کم و بیش اما دو راستای تعلیم تربی از اونا باز محصات دیگه است که کار میکنن در راستا که انکلوسیف انجوکیشن پروگرام شده دارن که برای از مشخص کوریکولم به خصوص دارن و استادای به خصوص دارن که برشان درس داده میشه اما در راستای کمک مشکلات فیزیکیشان ما حتی الامکان تا فیلا کوش کردیم و امیدوار هستم که ای ادامه پیدا کنه و من فکر می کنم که آی متحد متعهد است که امی پروگرام هایی را که تا فیلن داره و ای را به سالهای متمادی ادامه بده تشکر رئیسی رئیسی مورد بازم یک پرسش داشتم که امی اطفال که مشکلات ذهنی یا دماغی دارن اینا بهتر طور خلاص اگر بگوین خودتون سروی میکنین یا فامیلایشون مراجعه میکنن به مرکز شما؟ متاسفانه سروی از اینا مشکل هست اصلا سیستم کار ما سنترالایز است دی سنترالایز نیست ام مریضا یا اشخاصی که ضرورت نیاز به ما دارن پیش ما باید بین ما پیش از اونا نمیرهیم چرا تعداد بسیار درشتی هست که ما به طور مثال تا فعلا ما فکر میکنم که در کل افغانستان بالاتر از یک لک و, و شش هزار نفر را ما راجستر کردیم در هفت مرکز خود که از جمله یک سد هزار نفر حدوداً چل هزار نفر یزی کسایی هستند که قطع اندام هستند شاید کسای دیگه هم باشند که یک تعداد محدود حتی اندام ما باور نی... نمی کنم که اقتداد بسیار محدود شاید پیش ما رسیده نتانسته باشه اما بعضی معلولیت های فیزیکی دیگه شاید امکان داره از بعضی نقاط کشور هنوز هم به ما رسیدگی ای کرده نتانسته باشه و نرسیده باشه تشکر ایسیب. چون وقت برنامه به پایان خود رسیده اگر شما در خیر کدام پیام داشته باشین برای امتنان ما برای اشخاص دارای معلولیت کنم داشته باشین بسیار تشکر ما همیشه وقت با کسایی که صحبت کردیم وقتی که وقت به ما داده میشه و که حد ما پیام خدا بگویم پیام ما میشه این وقت ای بوده که لطفا از تمام معلولین عزیز که سر تا سر کشور قرار دارن یا هستن تا ما ایست که خود را همیشه وقت من حیث از فعال جامعه احساس کنن و از تمام مردم نجیب شریف خود تقاضای ما ایست که مالونین را من حیث کتگوری دوم حس نکنن اونا هم آزوی همی جامعه هستند این حقوقی را که دیگران دارند این حقوق اونها هم دارند به دیده ترحم و دلسوزی به اینا دیده نشود اینا حقوقشان ثابت هست و عین حقیره که که دیگرها دارن و همیشه وقت گفتیم به طور مثال در اکسیبیلیتی یک تعمیری که ساخته میشه پنج منزل هست انجینر و همیشه وقت کوش میکنن که در هر منزل باید زینه داشته باشه که کسایی که اونجا بالا ضرورت دارن باید بالاشن از طریق زینه یک چیز دیگه را هم در فکر خود داشته باشند که یک قشر دیگه جامعه اینجا وجود داره که اینا هم به هر منزل عزیز ضرورت که دارن باید دسترسی بتانند داشته باشند یعنی در نظر گرفته شود چه در سرک ها چه در تعمیر ها چه در اماکن عامل منفعه در مکاتب در پانتون ها این چیزها در نظر گرفته شود ما میشه میشنم از بزرگ ها اکثر اوقات که اینا یک قشر بسیار مظلوم هستند و از اینا ترحم و دلسوزی بسیار ضروری است در حالی که امو حقی را که اونا دارن امو عین حقه که اشخاص دارای محلولیت داره دیگه ما امیدوار هستم که آیستا آیستا اینمی پرجیدس گفته از لغت انگلیسی یا تبیز کاملا از بین بروه و همه یکسان و یک نواخت یک دیگر ببینیم و یک دیگر بپذیریم اگر مشترک کار کنیم و اگر معلول از یا غیر معلول از می جامعه است و او هم حق مساوی با دیگرها داره چه در عرصه تعلیم، چه در عرصه صحت، چه در هر عرصه که هست در تمام عمر اجتماعی حقوق مساوی دارن و امیدوار هستم که هر دو جانب اونا هم همیشه وقت خود ناتوان احساس نکنن و دیگرها هم اونا را ناتوان احساس نکنن و بپذیرن تشکر رئیس از که شما در اطلاع و در برنامه موضوع شدین و نظریات و موضوعاتی که داشتین با دوستان شریک ساختید دوستان چون داخل برنامه هستیم نگذیر هستیم با شما خداحافظی کنیم